در میون خبرهای تلخی که توی این مدت و سال گذشته فضای مجازی و اهالی هنر و هنردوستان و ناراحت و پر از غصه کرده بود، این بار بهرام رادان، هنرپیشه دوست داشتنی و سوپر استار سینما ایران، با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش خبری خوشحال کننده از ازدواجش با خانم بلاگر داد. در ادامه به جزئیات این خبر و بیوگرافی این زوج جذاب میپردازیم، پس با ما همراه باشید. قبل از شروع، از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. بهرام رادان متولد 8 اردیبهشت 1358 در تهران، بازیگر سینما و تئاتر، فارغ التحصیل لیسانس رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی که از 21 سالگی با رفتن جلوی دوربین کار خودش رو آغاز کرد و با فیلم سنتوری تبدیل به یک ستاره و سوپر استار شد. مادرش خونه‌دار و پدرش سرهنگ بازنشسته قبل از انقلاب. اصالتاً از سمت پدری اهل اصفهان و دو خواهر و یه برادر داره که خودش فرزند آخر خانواده است. بعد از خدمت سربازی وقتی 21 ساله بوده، بین آگهی‌های روزنامه دنبال یه شغل مناسب می‌گشته تا اینکه چشمش به آگهی کلاس‌های بازیگری هیوا فیلم می‌خوره. گوشی رو برمی‌داره و زنگ می‌زنه و خیلی سریع سر از کلاس‌های بازیگری درمیاره. سر کلاس ثریا قاسمی فیلمنامه شور عشق بهش داده میشه و به گفته خودش فکر میکرده دو تا دیالوگ بیشتر نداره، غافل از اینکه نقش اصلی فیلم بود و به این ترتیب با این فیلم در سال 79 در 21 سالگی اولین بار جلوی دوربین میره. چند ماه بعد از اولین تجربه بازی برای فیلم آوازقو دعوت میشه که این فیلم در سال 79 مصادف با گشایش های سیاسی دوره اصلاحات به شدت به چشم میاد. اما شهرت بهرام رادان با فیلم شمعی در باد به کارگردانی خانم پوران درخشنده در سال 82 شروع شد که این فیلم توانست سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول رو بگیره. اوج شهرت و افتخار این بازیگر که مسیر هنریش رو تغییر داد، بازی در فیلم سنتوری به کارگردانی داریوش مهرجویی در سال 85 و در نقش علی سنتوری بود. بهرام رادان برای بازی در این فیلم موفق به کسب دومین سیمرغ خود به عنوان بهترین بازیگر مرد شد. در سال 91 بعد از حضور در فیلم پل چوبی کنار بازیگرانی چون مهران مدیری، هدیه تهرانی و مهناز افشار مدتی به کشور کانادا رفت و دوره 6 ماهه اکتینگ رو گذروند. سپس با شیوه های حفظ دیالوگ به زبان انگلیسی در تئاتر آشنا شد و در نهایت یک فیلم مستند به نام رویای شهرت رو کارگردانی کرد و در سال 92 به کشور برگشت. آقای بازیگر فعالیت مدلینگ خود رو با برند LG و صنعت دیجیتال شروع کرد. او سپس با برند لباس نیمانی وارد همکاری شد و مدتی هم با یک شرکت مخابراتی کار میکرد تا اینکه به مدت چند سال مدل اول برند چرم مشهد بود. سال 1394 بود که با نوشتن متنی در توییتر خود از قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان در کنگره آمریکا به عنوان یک رویداد بزرگ همچون لغو قانون بردهداری یاد کرد. یک روز بعد حملات شدیدی از طرف روزنامه کیهان اون رو مجبور به حذف توییت و نوشتن نامه عذرخواهی به مدیر مسئول این روزنامه کرد. رادان در سال 2017 از طرف سامسونگ برای حمل مشعل بازی‌های المپیک زمستانی 2018 به سئول کره جنوبی دعوت شد که بعد از برگزاری مراسم گفت: حس خیلی خوب و عجیبی بود که تونستم این مشعل رو حمل بکنم. این اتفاق برای من یک لحظه تاریخی بود. آقای بازیگر یکی از سهامداران کافه‌های زنجیره‌ای ویونا در ایرانه. یکی از کافه‌های اصلی و مرکزی ویونا با گنجایش 45 نفر در پاسداران تهران مال شخص خود اوست. بهرام رادان در سال 1389 سفیر ایرانی برنامه جهانی غذا در مبارزه علیه گرسنگی شد. فعالیت او در زمینه ارتقاء سطح آگاهی ایرانیان در مورد گرسنگی جهانی و مسائل مربوط به پناهندگان در کشور بود. از آخرین هنرنمایی‌های بازیگر میشه به فیلم سینمای گربه سیاه در سال 99 و ایده اصلی در سال 97 اشاره کرد. همچنین همونطور که همه میدونید، سریال جیران که در حال حاضر در نمایش خانگی داره پخش میشه از هنرنمایی‌های جذاب بهرام رادانه. اما برسیم سر داستان ازدواج. بهرام رادان با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش خبر از ازدواجش با خانم مینا مختاری، یکی از بلاگرای ایرانی، داد. لازم اضافه بکنم پدر بهرام رادان تقریبا یکی دو ماه پیش، یعنی در دی ماه،
بعد از تحمل یه دوره سخت از بیماری فوت شده بودن. و میشه گفت این اتفاق شاید خیلی جدید و تازه نباشه و بهرام رادان به خاطر اینکه پدرش فوت شده بوده این اتفاق رو رسانه‌ای نکرده، اما این بار بعد از گذشت چند ماه تصمیم گرفته دیگه به همه اعلام بکنه که به جرگه متأهلین پیوسته. البته اینم اضافه بکنیم که مدت خیلی زیادی این دو به عنوان دوست دختر دوست پسر با هم در رابطه بودن، اما این بار با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام شخصی خودش خبر از ازدواجشون و رسمی شدن این رابطه داد. مینا مختاری یکی از بلاگرای ایرانیه که از طریق دوست بودن با بهرام رادان به شهرت دوچندانی رسید. اون در اینستاگرام فعالیت زیادی میکنه و افراد زیادی رو جذب اینستاگرام خودش کرده. در شهر تهران به دنیا اومده و اکنون هم در تهران زندگی میکنه. تو هیچ رسانه‌ای سن این فشن دیزاینر منتشر نشده، اما اینطور که پیدا سن او کمتر از 25 سال نیست و به نظر میاد بین 25 تا 32 سال سن داره. مدتی پیش هم امین فردین که کارش همینه که اسرار و موضوعات هنرمندان و افراد مشهور رو فاش میکنه، از این رابطه پرده برداشت و در یه ویدیویی از دوست دختر بهرام رادان صحبت کرد و با سند و مدرک توضیح داد که این خانم دوست دختر رسمی بهرام رادان و با هم در رابطن. حالا دیگه به هر حال فرقی هم نمیکنه و این دو در حال حاضر رابطهشون جدی شده و خبر ازدواجشون تمام اهالی هنر رو خوشحال کرده. براشون آرزوی خوشبختی میکنیم. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیتامون حمایت بکنید.